امشب در 24 تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده از بحران سیاسی اسرائیل. رویترز میگه مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران با رهبران گروه حماس دیداری محرمانه داشتند. ارائه جزئیات جدید درباره دو مکان هسته‌ای کشف شده در حومه تهران به آژانس. رئیس سازمان انرژی اتمی گفته اگر توضیحات کافی نباشه با مستندات بیشتری روشنگری میکنه. و نگرانی عفو بین‌الملل از تشدید روش‌های سرکوبگرانه برای اعمال حجاب اجباری. این سازمان حقوق بشری از جهان خواسته در کنار زنان ایرانی بایسته. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رویترز به نقل از یک دیپلمات ایرانی گفته هفته پیش یک فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه و دو مقام امنیتی جمهوری اسلامی در دیدار با تعدادی از رهبران حماس درباره بحران سیاسی اسرائیل دیداری محرمانه داشتند. رویترز نوشته در این جلسه محرمانه نمایندگان تهران به حماس که مشخص نیست کجا برگزار شده به این اشاره شده که بحران فعلی خود به خود باعث تضعیف اسرائیل شده و برای اینکه بنیامین نتانیاهو نگاه‌ها رو به سوی دشمنان خارجی اسرائیل منحرف نکنه بهتره که دست کم فعلا از مداخله مستقیم خودداری بشه. بن سبتی پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل آویو و شکریا برادوس پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. با آقای سبتی شروع می‌کنم. آقای سبتی، این نشون میده که بنابراین حماس و ایران نگران یک اقدام نظامی جدی از طرف اسرائیل هستند که به این نتیجه رسیدن که بهتر فعلا مداخله نکنند. بله، کاملا درسته. با سلام و شب بخیر به شما آقای فرزاد و بینندگان و شنوندگان. این اولا من باید بگم این یک خبر واقعا عجیب و استثنایی هست که میشه گفت سابقه نداره. ما یادمون نیست که هیچ وقت در اخبار از یک افسر عالی رتبه سپاه ایران مثلا نیروی قدس یک حرفایی آورده بشه و اونم در رویترز. این واقعا عجیبه، ولی از طرفی رویترز هم یک جوری امین حساب میاد. و یک فکری که در بین محققین و بعضی مفسرین اسرائیل به وجود اومده در این باره این است که ممکنه که این درز اطلاعات که این اخبار درز کرده ممکنه اتفاقا از حزب الله باشه، چون حزب الله به عنوان سازمانی که ضرب شست شدیدی خورده از اسرائیل در سالهای قدیم، در 2006 که الان هم کم و بیش سالگرد اون جنگ 2006 هست، ممکنه که اشخاصی از حزب الله این موضوع رو به بیرون دادن و خواستن که جلوگیری بشه از یک حساب اشتباهی که ممکنه از طرف رژیم جمهوری اسلامی یا حتی حماس ایجاد بشه و باعث یک جنگی بشه که اونها الان هنوز برای شاید آماده نیستن و شاید نمیخوان هنوز به وقوع بپیونده. و این نظرشون هم درسته که تا مقداری اسرائیل خب مسلماً ضعیف شده به خاطر این مسائل داخلی، پس بهتره که یکم دندون رو جگر بذارن و ببینن که آیا واقعا میتونن بیشتر رو این موضوع حساب کنن یا اینکه نه. و برد فعلا با اون کسایی بوده که این مسئله رو به عقب انداختن. خانم برادوس، جالبه نه؟ چون گمان خیلی ها ممکنه بر این باشه که خیر خب حالا که دولت اسرائیل در موقعیت ضعیفی قرار داره، شاید ایران به خصوص به واسطه نیروهای نیابتیش بخواد ضربه دیگری به اسرائیل بزنه، ولی اینکه میخوان به قول آقای سبتی دندون روی جگر بذارن جالبه نه؟ نظر من تغییراتی که در جهاد حماس و حزب الله دیدیم جدید نیست. خب بار هم در برنامه شما صحبت کردم در مورد این که اصلا حماس نمیخواست یا نمیخواد یا درگیر بشه با اسرائیل، همون اتفاقاتی که خود حزب الله هم جنوب لبنان یادمونه که حملاتی شد به اسرائیل، باز هم حزب الله نخواست که درگیری تنش بالا بره و تنش رو تقریبا کنترل کردن. و این تغییری که یا پای نگه داشتن تنش حزب الله و حماس با اسرائیل چیز جدیدی نیست، اون برمیگرده به تغییراتی که در منطقه خاورمیانه رخ داده، به اون نزدیکی کشورهای عربی به اسرائیل و اون تماس‌هایی که خود حماس داره چه با ترکیه چه با عربستان چه با کشورهای دیگه میخواد روابطشو بهتر کنه، و اون دوری کردن خود حماس از ایران هم که میدونیم جمهوری اسلامی سعی کرده جدیداً جلساتی که داشته سعی کنه با پول دادن به حماس با اینکه بتونه حماس رو به اون طرف ببره که خودشو درگیر کنه. ولی تا الان جهاد اسلامی بوده که خب
یکی از نیروهایی بوده که کاملا تحت کنترل جمهوری اسلامی حمله و تنش‌ها رو بالا برده. ولی چیزی که هست، خب چنین صحبتی که وقتی رویترز میگه یا چنین نشست‌هایی وقتی صورت میگیره، خب احتمالش بالاست، چون که چیزی که الان برای اولین بار در تاریخ بعد از 7 دهه اسرائیل می‌بینی، واقعا این کشور دچار یک دوگانگی شده، یعنی دو دستگی بین مردم شده. و این تغییراتی که نتانیاهو، خب برای من جالبه شخصا که وقتی که تاریخ دیکتاتورهایی که کسایی که دیکتاتور میشن در یک کشوری که مردمش امنیت ملی یا اون امنیت کامل رو ندارن یا همیشه در خطر امنیت وجود داشتن، وقتی یک کسی به قدرت میرسه، این کسا فکر میکنن که فقط اونها هستن که اون مردم و اون مملکت رو میتونن حفظ کنن و پروتکت کنن در مقابل هر تهدیدی که هست. و من وقتی نتانیاهو رو و اون دوره طولانی ترین کسی که در قدرت بوده در اسرائیل میبینم، دارم میبینم تقریبا اونم داره درست همون اشتباهی میکنه که دیکتاتورهایی که ما در تاریخ دیدیم انجام دادن. و نتیجه و تمام همشون هم یک راه رو دنبال کردن، میان تغییراتی رو در قانون درست میکنن. میدونیم خب اسرائیل قانون اساسی نداره، ولی تنها چیزی که میتونه کنترل کنه تصمیمات دولت رو همین دادگاه عالیه. و با تغییر دادگاه عالی، نتانیاهو فکر میکنه با اون تغییرات میتونه بیشتر در قدرت بمونه، چون که خودش رو به عنوان حامی و محافظ اسرائیل میدونه که الان بزرگترین ضربه رو به اسرائیل الان نتانیاهو و اولین باری که اون گروه مذهبی و تندروی راست رادیکال به اسرائیل میزنن، که اسرائیلی که ما به عنوان یکی از نمونه‌های دموکراسی در خاورمیانه میبینیم، الان به خاطر اون در طمع در قدرت موندن یا اون حسی که من تنها محافظ این مملکت یا این ملت هستم، داره به طرفی میره که خب ایران و حزب الله و حماس دیگه لازم نیست بیان دخالتی کنن. وقتی ما در مورد نیروهای ذخیره اسرائیل صحبت میکنیم، که برای هر کس ممکنه این خیلی جالب باشه که در خیلی از کشورها نیروهای نظامی در سیاست دخالت نمیکنه، در همین آمریکا هم در خیلی از بحث‌های دانشگاهی حتی بچه‌ای که در ملیتاری بودن هیچ وقت نخواستن حتی در گفتگوهای دانشگاهی هم در مورد مملکت و سیاست رقابت بین بایدن و ترامپ صحبت کنن. ولی وقتی اسرائیل رو برای من میبینم، برای من جالبه که این شاید درسی باشه برای نیروهای امنیتی، مخصوصا در ایران، مثلا کسایی که با جمهوری اسلامی هستن. وقتی نیروی امنیتی میگه من آماده نیستم به کشوری خدمت کنم که دیکتاتوری در قدرت است، یا من حافظ یک دیکتاتوریت نخواهم بود، که اینجا درس‌هایی هم هست برای بقیه کشورها. ولی اینکه اسرائیل تو از این موقعیتی که الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم نجات پیدا نکنه، اینجا یک به نظر من پایان خیلی تلخی برای نه تنها دموکراسی در اسرائیل خواهد بود، بلکه امیدی برای دموکراسی در خاورمیانه هم به نظر من پایان تلخی خواهد بود. آقای صفتی، شاید نگرانی آنی در مورد گروه‌های نیابتی وابسته به ایران در اسرائیل وجود نداشته باشه، اما از خود داخل اسرائیل بحران بسیار جدی است، نه فقط در داخل بلکه در روابط خارجیش. می‌بینیم که اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده، گفته داره از نزدیک دنبال می‌کنه. بریتانیا، آلمان، فرانسه هم جداگانه بیانیه‌هایی دادن. ایالات متحده هم می‌دونیم که با نگرانی داره دنبال می‌کنه. این چه معنایی داره برای تصویر بزرگتر رابطه اسرائیل با غرب؟ بله، این مسئله هم کاملا درسته. من فقط یک جمله بگم در جواب به حرفایی که گفته شد. بله، نیروهای ذخیره برای اسرائیل بسیار مهمن، چون اسرائیل کشور کوچیکیه و جمعیت کمی داره، پس خیلی روی نیروهای ذخیره‌اش حساب میکنه و مخصوصا نیروهای زبده و متخصص مثل خلبانها و غیره اگر بخوان کنار برن، واقعا یک مشکل زیادی به وجود میاد. ولی باید همه بدونن و ما بدونیم که همه تاکید کردن که اگر به وقت که لازم بشه اونها میان و کار و وظیفه‌ای که اگر به وقت اضطراری باشه میان و انجام میدن. اما در مورد روابط با غرب باید گفته بشه که بله، تنها دموکراسی که در این خاورمیانه هست اینجور به نظر میاد در نظر غرب و در نظر آمریکا و اروپا، که داره متزلزل میشه و خیلی میخوان اون هزینه رو هم از نظر اقتصادی و هم از نظرهای دیگه نپردازن. کشورهای اروپا همش هشدار میدن به اسرائیل و به دولت آقای نتانیاهو که یک جور خودترانه این راه رو پیش گرفته، و همینطور دولت آمریکا اونجوری که ما در چند روز اخیر شنیدیم از طرف خود آقای بایدن یا وزیران مختلف. و این واقعا یک مخمصه و یک مشکلی شده که ما باید ببینیم در چند هفته آینده چجور پیش میره. البته امروز به صورت خیلی جالب و عجیبی بورس اسرائیل به شدت بالا رفت، و این شاید خودش یک علامت اینه که ما مثلا اون پله سختی رو که دیروز بود گذروندیم، و شاید انقدر هم به نظر مسئله بزرگ و سخت به نظر نمیاد، چون هنوز دادگاه مثلا رأی خودش رو داره و میتونه دخالت کنه و این قانون رو باطل کنه. آقای رئیس جمهور باید این قانون رو امضا کنه، شاید اگر امضا نکنه
این قانون اصلا به مرحله اجرا در نیاد و یکو یه عده رفتن اون ریزهای قانون رو خوندن و پیدا کردن که چقدر مشکلات میتونن برای آقای نتانیاهو درست کنن که این قانون ها اصلا به وجود نیان. و درسته که اسرائیل قانون اساسی نداره، ولی من یک چیز جالبی بگم، یهودی ها همیشه دنبال یک مشکل و دنبال یک چالشی میگردن که طرف مقابل رو گیر بندازن. پس آقای نتانیاهو هنوز شاید از اون مسئله عبور نکرده. ما باید وایسیم و ببینیم در چند هفته آینده در این مسئله به کجا میکشه. و همینطور من فکر کنم غرب هم یک مقدار صبر به خرج بده و اونها هم میفهمن از طریق کانالهایی هست بین دو کشور و یا چند کشور، اونها هم خواهند فهمید که مسئله به این آسونی نیست و آقای نتانیاهو نمیتونه تنها گوی رقابت رو ببره از دیگران. خانم برادوس، اگر این گزارش رویترز درست باشه، نشون میده که بالاخره در ایران نگرانی وجود داره که اینقدر بحران در داخل اسرائیل جدی است که ممکنه برای فرار به جلو آقای نتانیاهو دست به یک اقدام نظامی بزرگ در خارج از مرز این کشور بزنه. فارغ از اینکه چقدر حماس یا گروه‌های دیگر مداخله بکنن یا نه، چقدر فکر می‌کنید که در شرایط فعلی اتفاقا ممکن هست آقای نتانیاهو برای اینکه بتونه ملت رو پشت خودش جمع بکنه دست به اقدامی بزنه که غیر قابل پیش بینیه؟ خب به خاطر جمهوری اسلامی به نظر من برای همین اینجوری فکر میکنه، چون که تمام دیکتاتورها یا تمام کسایی که در سیاست داخلی شکست میخورن، یکی از کارهایی که انجام میدن، یه استراتژی که دارن اینه که یک مشکل خارجی درست میکنن و یک دشمن خارجی درست میکنن. ولی در مورد اسرائیل و حملاتی که اسرائیل ممکنه داشته باشه، این جدید نیست که بگیم خب یه جنگی مجبور درست کنه تا توجهات رو از موضوع داخلی به موضوع خارجی ببره. خب درگیری اسرائیل با جمهوری اسلامی در سوریه، درگیری اسرائیل با در غزه با حزب الله، تمام این موضوعاتی که هستن که روزانه اسرائیل با اینا داره سر و کله میزنه یا داره استراتژی برای نحوه برخورد با چنین مشکلات امنیتی داره. برای همینم هست به نظر من موضوع جدیدی نیست، چون که هر دقیقه امکانی داره که ما شنیدن یک حمله از این حمله بشنویم در سوریه علیه نیروهای جمهوری اسلامی در از طرف اسرائیل صورت بگیره. برای همینم هست من زیاد روی این موضوع که تغییری صورت بگیره باور ندارم. ولی چیزی که در مورد روابط خارجی میخوام اینو اضافه کنم رو حرفای مهمانتان، در مورد روابط اسرائیل با آمریکاست. برای اولین بار بود، فراموش نکنیم که بایدن الان تو موقعیت خیلی سختی قرار داره. بایدن اولین بار بود که وقتی با CNN و با فرید زکریا حرف میزد، که چند بارم در مورد حرفاش صحبت کردیم تو این برنامه، گفت که اولین بار در تاریخ اسرائیل چنین نیروی قدرت یا حکومت رادیکالی در قدرت هست. و وقتی هم که در ماه مارش اومد گفت که خب ما توصیه میکنیم که نتانیاهو خودش رو از اون تصمیم یا برنامه‌ریزی که کرده برای دادگاه بالا عالی خودش رو دور نگه داره، و نتانیاهو اومد یه عکس العملی نشون داد به همین گفته بایدن و گفت که اسرائیل در تمام تصمیماتی که میگیره بر حسب انتخاب مردم خودش تصمیم میگیره و هیچ نیروی خارجی نمیتونه این استقلالیت مردم این کشور رو زیر پا بذاره، حتی اگر اون دوست ما باشه. یعنی دقیقاً جوابش به همون صحبت‌های بایدن بوده. و الان بایدن میخواد با طبق آخرین تماس‌های تلفنی که داشتن، قرار این پاییز خب نتانیاهو رو ببینه، آیا این دیدار امکانش وجود داره برای بایدن و چه موضوعاتی یا چه سیاستی چه تأثیراتی در انتخابات آینده در خود آمریکا، که میدونیم طرفدارای بایدن کسایی هستن که اکثرا مخالف سیاست نتانیاهو هستن، این چه تأثیری در این خواهد گذاشت. و اینکه آیا در جلسه‌ای که در سازمان ملل ما خواهیم داشت، در نشست سالانه این سازمان، نتانیاهو اونجا خواهد بود و این چه تأثیری در روابط اسرائیل و آمریکایی که حتی نخواهد در وایت هاوس ببینه، در کاخ سفید نتانیاهو رو ببینه، آیا در نیویورک در سازمان ملل خواهد دید یا نه، و باقی کشورها و اون، چون که ما کمتر از دو ماه به اون نشست رو داریم، در حالی که خب نتانیاهو در مورد 6 ماه صحبت میکنه که آیا این قانون به تصویب خواهد رسید. و این جمعا به ما اینو میگه که الان دولت بایدن در مقابل اینکه سیاست دولت راست رادیکال نتانیاهو، که خیلی جالبه که الان از نظر مذهبی بیشتر مذهبیان رادیکال هستن، که ماهایی که از خاورمیانه اومدیم اینو خوب میدونیم که وقتی مذهب وقتی رادیکال میشه و داخل سیاست میشه چطور یک کشور رو به فنا میبره. و این باعث میشه که الان دولت بایدن به نظر من در یک حالت خیلی بدی قرار داره که چطور میتونه با این کشور و با این کشوری که بیش از سالانه 3.8 میلیارد دلار به کمک میده به اسرائیل بدون هیچ قید و شرطی، که وقتی این برنامه و موضوع برنامه این نیست که بگیم خب اون پولی که بدون قید و شرط به اسرائیل داده شد به مصر با قید و شرط داده شد، و این تفاوت‌هایی که برای اسرائیل قائل شد آمریکا و اون دوستی و اون روابط، واقعا آمریکا رو توی موقعیت خیلی بدی قرار میده.
فقط در مورد دیدار احتمالی اشاره بکنم که هفته پیش در آستانه سفر رئیس جمهوری اسرائیل به واشنگتن دی سی کاخ سفید، یعنی آقای بایدن رسما از آقای نتانیاهو هم دعوت کرده بود. ممنونم از هر دوی شما، بن سبتی پژوهشگر مسائل اسرائیل و ایران از تل آویو و شکریا برادوس پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ساعتی پیش در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت تهران در رابطه با دو مکان مشکوک باقی مانده جزئیات جدیدی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده. محمد اسلامی گفته اگر مستندات ارسال شده به آژانس کافی نباشه، ایران با ارائه مدارک بیشتر روشنگری میکنه. به گزارش آسوشیتد پرس، مقامات ایران در تلاشند تا با حل و فصل پرسش‌های باقی مانده آژانس در مورد این دو مکان مشکوک مانع تمدید محدودیت‌های بین‌المللی علیه برنامه موشکی ایران بشند. سه کشور اروپایی باقی مانده در توافق هسته‌ای 2015 برجام در صدد تمدید تحریم‌ها علیه برنامه موشکی ایرانند. شهرام خلدی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از اونتاریو کانادا با ما. آقای خلدی، فکر می‌کنید که این گزارشی که ایران به آژانس داده می‌تونه کاهش بده تنش‌های فعلی رو؟ درود بر شما جناب فرهزاد و خدمت همه بینندگانتون سلام عرض می‌کنم. باید ببینیم که چی میشه. برای اینکه آقای گروسی در خرداد ماه گذشته با پذیرفتن برخی از توضیحاتی که درباره دو مکان مشکوک دیگه مقامات در واقع سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ارائه داده بودن، راه رو برای اون چه که از نظر آژانس دستیابی به نظارت حد اقلی بود باز کرد، ولی این با اعتراض اسرائیلی ها مواجه شد و به نظر میرسه که حداقل در کوتاه مدت با توجه به مسائلی که شما گفتگو کردید درباره آقای نتانیاهو با همکاران دیگه بنده در قسمت قبلی برنامه، لزوماً از نظر اسرائیلی ها که حساس ترین قدرت منطقه‌ای هستند نسبت به مسائلی که در ایران در خصوص این سایت های مشکوک داره اتفاق میفته، رضایت بخش نباشه و ما کماکان افزایش تشنج رو شاهد باشیم توی منطقه. از سمت ایالات متحده همینجا در آمریکا، خانم گولی آمری، دستیار سابق وزارت خارجه آمریکا، به جویش اینسایدر، نشریه معروفی است اینجا در آمریکا، گفته که حزبگرایی یا گرایش‌های حزبی اینجا در آمریکا مانع اصلی پیشرفت در سیاست خارجی در مقابل ایرانه و گفته که باید یک رویکرد بایپارتیزان یا فراجناحی وجود داشته باشه در مقابل ایران. چقدر فکر می‌کنید که بحث سیاست خارجی آمریکا در مقابل ایران به شدت تحت تاثیر گرایش های حزبی قرار گرفته اینجا؟ 100% از تاثیر گرایش های حزبی قرار گرفته، ولی این رو فراموش نفرمایید و من یکمی تعجب میکنم که خانم آمری فقط درباره تفاوت هایی که در حزب دموکرات هست صحبت کردن. همونجوری که مستحضر هستید، آقای میت رامنی، سناتور ارشد جمهوری‌خواه از یوتا، یک مقاله‌ای در وال استریت جورنال منتشر کرد در مورد اینکه چگونه جمهوری‌خواهان نباید اجازه بدن که یک کسی مثل ترامپ دوباره کاندیدای حزب جمهوری‌خواه بشه. بنابراین این اختلافات تقریباً در درجه اول باید در خود حزب جمهوری‌خواه ما اینا رو ببینیم، کما اینکه خود خانم آمری به اون جناحی از حزب جمهوری‌خواه تعلق داره که در واقع از سیاست سنتی حزب جمهوری‌خواه در برخورد با جمهوری اسلامی طرفداری می‌کنه و اون سیاست سنتی هم باز به نسبت خودش شاهین وش و تهاجمی هست و لزوماً صلح‌گرایانه نیست. چون من یک مقداری خودم فکر میکنم که خانم آمری میخوان یک راهی رو پیشنهاد بکنن که هر دوتا حزب بیان درش به یک میانه، به یک در واقع راه حل میانه‌ای برسن، ولی در این شرایط شدیداً برقیده من داغ انتخاباتی این اتفاق نخواهد افتاد. من این نمی‌بینم. ممنونم از شما، شهرام خلدی، استاد تاریخ و علوم سیاسی از اونتاریو کانادا. سنای آمریکا متممی رو تصویب کرده که برخی موارد خرید زمین‌های کشاورزی در خاک آمریکا رو توسط شهروندان چین، روسیه، ایران و کره شمالی منع می‌کنه. این متمم که با 91 رأی موافق و 7 رأی مخالف به تصویب رسیده، نظارت دولت فدرال بر خرید زمین‌های کشاورزی توسط خارجی‌ها رو هم الزامی می‌کنه. سناتورهای آمریکایی متمم مشابه دیگری رو هم به تصویب رسوندن که به موجب اون سرمایه‌گذاران آمریکایی باید معاملاتشون با شرکت‌های فناوری در چین رو به دولت گزارش بدن.
آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما هستید. یک توییتی هم زده بودید و تاخته بودید به نایاک که اینطور نیستش که ایرانیان، در واقع آمریکایی های ایرانی تبار یا ایرانی هایی که کارت سبز دارن نتونن بخرن، این فقط در مورد کسانی است که شهروند ایران هستن فقط. خب نمیدونم نایاک از شهروندهای کره شمالی و حکومت کره شمالی هم دفاع میکنه یا نه، ولی کذب محض اون چیزی که نوشته. این بحث یکم. قسمت دوم، من رو گفته که اگر شما به خاطر جای مادری که به دنیا آمدید ملکی خریدید فردا کذب محض. اگر شما سیتیزن آمریکا هستید، دو تابعیتی، تابعیت ایران، تابعیت هر جا، ولی سیتیزن آمریکا هستید یا گرین کارت دارید. گرین کارت دارید یعنی بر نفس تعبیر گرین کارت، یعنی اینجا زندگی میکنید اما شهروند کشور دیگه هستید. هیچ کدوم از اینها به شما این مشمول شما نمیشه اصلا و ابدا. دوم، مسئله خونه و آپارتمان و حتی زمین بود. اگر بیش از 300 هکتار زمین زراعی میخواید بخرید، تا 300 هکتار هم این قانون با شما کاری نداره. اگر بیش از 300 هکتار زمین زراعی میخواید بخرید، یکم. دوم، سیتیزن آمریکا نیستید، گرین کارت هم ندارید و فقط و فقط و فقط شهروند چین یا ایران یا روسیه یا کره شمالی هستید. بازم تکرار میکنم، با 300 هکتار بیشتر یا 5 میلیون دلار بیشتر زمین زراعی بخرید و بعد از اون هم گرین کارت ندارید، سیتیزن هم نیستید، میاد یک دادگاه داریم اسم فایزا، Foreign Intelligence Surveillance Act، دادگاه رصد اطلاعات خارجی که به رئیس جمهور. بعدم یک نکته آخر، رئیس جمهور اختیار داره که حتی برای اونهایی که نه سیتیزنن نه گرین کارت دارن و میخوان 300 هکتار بیشتر زمین زراعی با 5 میلیون دلار بیشتر بخرن، برای اون هم استثناء قائل بشه. ما یک چیز مشابهی بکنم از فایزا کورت بود. عرضم به حضور شما که میخوام بگم ببینید، هوچیگری و آوردن حرفای قانونی رو در برای تهییج و تشویش اذهان، یعنی بگم بله در آمریکا بزن و بگیر هست و فلان، نه اینطور اصلا نیست. بازم تاکید میکنم، سیتیزن هستید یا نه، هیچ جای نگرانی ندارید، هر جای آمریکا هر چی خواستید بخرید بفروشید. آیا گرین کارت دارید یا نه؟ اگر دارید هر جای آمریکا هر چی خواستید بخرید بفروشید. در واقع آیا صبر کنید، دانشجو هستید یا نه؟ تا زیر 300 هکتار هر چی خواستید بخرید و بفروشید. آیا توریست هستید یا نه؟ تا زیر 300 هکتار هر چی خواستید. این حرفای ما یک راست افراطی داریم و یک چپ افراطی و یه عده آدمی داریم که اصلا کلا دوست دارن ایالات متحده رو مثل آفریقای جنوبی زمان آپارتاید نشون بدن، یا ایالات متحده رو مثل یک حکومت دیکتاتوری فاشیست راست یا حکومت فاشیست چپ نشون بدن یا رادیکال چپ. اینطور نیست. 91 سناتور الان سنا هم دست اکثریت دموکرات هست آمده و آقای جان تستر ایالت مونتانا، آقای شلدن وایت هاوس از ایالت اوهایو، ببینید ایالت میدوستی هم هستن زراعی، اینها اومدن این لایحه رو با کو اسپانسر کردن، یعنی اینها در تحریرش مشترک بودن. حالا چرا نفس این قانون چی است؟ چین و سرمایه‌گذارهای چینی به خصوص اونهایی که خودشون اینجا زندگی نمی‌کنن، تا در حوزه استحفاظی قانونی امریکا نیستن، میان زمین‌های بسیار زیادی رو می‌خرن در اطراف منابع و مراکز نظامی، در اطراف مراکز و منابع مخابراتی. و الان اصل این قضیه این است که با حکومت کمونیستی چین و با کارهایی که حکومت چین دارد می‌کند که گسترش بده نفوذش رو و احاطه اطلاعاتیش رو در آمریکا مقابله بکنه. ولی باز هم عرض میکنم، اگر شما چه شهروندید چه گرین کارتید، هیچ مشکلی نداره برید 10 میلیارد دلار زمین بغل پادگان بخرید، هیچ مشکل نداره. اگر هم دانشجو هستید و ویزای توریستی دارین، زیر 299 هکتار فکر کنم کاملا روشن شده. اگر شهروندان این کشور هستید ولی تابعیت آمریکا هم دارید یا گرین کارت دارید میتونید بخرید، نیستید هم زیر 300 هکتار میتونید بخرید. اینو کاملا متوجه میشم، ولی به قول آمریکایی دندانی هم نداره این قانون. یعنی دنبال چه هستن، چه منفعتی داره؟ چون احتمالاً اگر کسی کار جاسوسی بخواد بکنه، حتی شهروند چینی میتونه خب 299 هکتار بخره. بعد میدونیم زمینای بزرگ خیلی اوقات تراست یا شرکت سالس میخرن، یا شرکتی در مثلا بی وی آی یا بریتانیا یا جای دیگر ممکنه بخره. چه نتیجه‌ای داره، چه کسی رو این هدف قرار میده؟ یه قانون دیگه داریم با اون مبارزه میکنه به اسم سفیس، که قانون نظارت بر تجارت یا سرمایه‌گذاری خارجی. سفیس یک سازمانی است، یک نهادی است که نماینده‌های رئیس جمهور، خزانه‌داری، CIA، FBI، دادگستری، وزارت خارجه در اون هستند
کلا اگر شما بخواید در ایالات متحده، اینم معقوله در ایالات متحده، اگر بخواید یک خریدی بکنید که این خرید خرید راهبردیه، شما نمیتونید بیاید در یک کشوری و 75%ش رو یک شرکت خارجی رو میگم، با شرکت آمریکایی نه، یک شرکت خارجی، اصلا میگم یک شرکت فرانسوی میخواد بیاد 70% کمپانی ورایزون رو بخره، که کمپانی ورایزون یک کمپانی مخابراتی بسیار گسترده است و زیربناهای مخابراتی این کشور دستش بیفته، این رو اون نهاد میاد جلوگیری میکنه ازش. ببینید آزادی بیان، آزادی های مدنی، آزادی های اجتماعی و آزادی های سیاسی بسیار گسترده است در ایالات متحده، اما یک مثلا میگم امارات متحده عربی نمیتونه بیاد بنادر راهبردی آمریکا رو در لانگ بیچ، در سان دیگو، در نیو اورلینز، در نیویورک و در خود نیویورک بخره. نکته جالب اینه که چون اتفاقا تلاش کردن دی پی بورد یا جلوشو گرفتن. بله جلوشو گرفتن. منظورم این هست اگر میخواهید از حقوق ایرانیان دو تابعیتی، ایرانیان با گرین کارت یا ایرانیایی که ویزا دارن یا اونایی که میخوان بیان اینجا حمایت بکنید، دروغ به مردم نگید. لااقل بیاد بگه دقیقاً ماهیت و محتویات این چی هست. شما اگر و دوم دولت ایالات متحده، حالا زمان آقای ترامپ یادتون میاد قضیه تیک تاک اومد بالا، ما 1001 اختلاف با آقای ترامپ داریم ولی بالاخره میگن یه ساعت شکستم روزی دو بار ساعت درست میگه، اون کار درست میکرد، میگفت تیک تاک داریم اطلاعات شخصی شهروندای ایالات متحده رو میگیره برای روز مبادا علی ایالات متحده استفاده کنه. به نظر من کار درستی کرد. ما سر اینا ممکن اختلاف نظر داشته باشیم من شما. یک حکومت وظیفه اصلیش ایجاد امنیت برای مردم، این وظیفه اولشه، مسئله اقتصاد و خانه و شهرسازی و فرستادن مردم. سوال من معمولا در واقع این بود که آیا این یک جست سیاسی این قانون یا در عمل هم نتیجه بخشه؟ در عمل دو اتفاق افتاد. در 10 سال اخیر بسیاری از شهروندان حکومت جمهوری خلق چین که گرین کارت نداشتن و سیتیزن هم نبودن، آمدن در بسیار جا املاک گسترده خریدن. یه دلیل اصلی داشت، دلیل اولش بود که می‌خواستن بچه‌هاشون رو بفرستن مدرسه‌های خوب در آمریکا. شما شهر پالو آلتو، دانشگاه استنفورد اینجاست، دو تا دبیرستان داره، یکی بهش میگن گان، یکی دیگه میشن پالو آلتو های. مدرسه اون دور و شما بخواید اون دبیرستان ها برید، بعد مثل زمان رجایی بود میگفتن هر کسی اون محل زندگی میکنه بعد همونجا بره، همچی قانون رجایی اینجا هست، یعنی شما تو مدرسه دولتی میخواید برید بعد در همون منطقه زندگی بکنید. بسیاری آمدن به صورت نقد در اون شهر پالو آلتو که همون گفتم دانشگاه استنفورد اینجا هست خونه خریدن که دار بچه‌هاشون برن مدرسه. بسیار خوب، هیچ مشکلی نیست. در 5 سال اخیر، یعنی 5 سال تا 10 سال اخیر در مناطقی از آمریکا شهروندان چین، شما نگاه کنید این قانون هم میگه که مأمورین، لابیست ها و آنهایی که میخواهند منافع یک حکومت دیگر رو پیش ببرند، قشنگ توضیح داده agents of a foreign government، این دیگه خیلی تعبیرش روشنه در قانون، حالا میتونه این لابیست باشه یا مأمور یک حکومت دیگه باشه، نمیتونه بیاد من زمین های بسیار گسترده بخره. اگه میخواست بغل پادگان نظامی بخره که جلوشو میگرفتن، قبلا گفتم قانون سفیست هست یا نهادی هست به سفیست، اگرم الان این کار رو بخواد بکنه بازم میگم خارجی باشد، مأمور خارجی باشد یا شهروند خارجی باشد، تابعیت آمریکا، گرین کارت آمریکا نداشته باشد و 300 هکتار بخواد به بالا بگیره، این کار رو جلوشو خواهند گرفت. هدف اصلی هم چین هست، ولی خب بالاخره 4 حکومت متخاصم در دنیا هستن که با ایالات متحده مشکل دارن و با نظم جهانی مشکل دارن. چین که خب بالاخره یکیش، جمهوری فدراتیو روسیه هم دومیشه و دو حکومت نه فقط مشکل دار بلکه یاقی و متخاصم است که با همه مشکل دارن، یکی جمهوری اسلامی ایرانه و یکی هم جمهوری دموکراتیک خلق چین. همیشه هم جالبه اسامی اینها واقعا زد و نقیزه، نه جمهوری نه دموکراتیک نه به خلق ربطی داره، جمهوری دموکراتیک خلق چین نه مثلا خلق کره، ولی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک خلق کره این دو حکومتی هستن که نه فقط متخاصمن بلکه قشنگ نشون دادن بعضی موقع تصمیمات غیر منطقی هم میگیرن که هم دورش چشم مردم و خودشون میره هم نهادهای دیگه. آخر دوباره عرض کنم اگر کسی نگران اینه که فردا ملک و املاک در ایالات متحده داره میخوان ازش بگیرن، هیچ جای نگرانی نیست. سیتیزنین، گرین کارت دارید، هیچ مشکلی برای شما ندارید. اگرم نیستید، کاملا شهروند تابع فقط یک کشوری که انچارت کشور هستید و فقط ویزای توریستی یا ویزای تحصیلاتی دارید، زیر 300 هکتار باهاتون مشکل ندارن. این 300 هکتار هم باید یه جا باشه، اینطور نیست که شما
300 متر اینجا داشته باشید، 1 هکتار اونجا، یا 300 هکتار کاملا به هم پیوسته، یعنی بخواید اونجا یک نویست گنده‌ای بزنید. ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی. سازمان عفو بین الملل در واکنش به بازگشت گشت ارشاد با ابراز نگرانی از تشدید روش‌های به گفته این سازمان ظالمانه پلیسی از جامعه بین المللی خواسته در کنار زنان و دختران ایرانی که تحت ظلم و ستم فزاینده هستند بایسته. بیانیه این سازمان حقوق بشری گفته سرکوب‌ها علیه زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند تشدید شده. عفو بین الملل با تاکید بر اینکه واکنش دولت‌ها نباید به بیانیه محدود بشه، از آنها خواسته با پیگیری قانونی مقام‌های جمهوری اسلامی را پاسخگو کنند. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی، در بهترین حالت انتظار دارید که دولت‌های خارجی چه بکنند در مقابل ایران؟ با سلام به شما و همه بینندگان عزیز. خب در تحقیه اول گزارش مفصل مستقی رو تحقیه کردیم، این دلیل که مجموعی از اقدامات ظلمانه و بی‌رحمانه از فروردین‌ماه سال جاری توسط مقامات اجرا شده و با وجود اینکه افکار فارسی زبان هر روز پوشش گرفته در سطح بین‌المللی مستند نشده در اندازه کافی و اون شوک و توجه لازم رو در افکار عمومی جهان نگرفته. ما امیدواریم که با تهیه این گزارش مفصل دولت‌ها متوجه بشن که زنان و کودکان دختر در معرض حمله‌های بسیار بیشتر و نگران کننده تر به کرامت انسانشون و حقوق اقتصادی اجتماعی و حقوق سیاسی و مدنیشون هستن. درخواستی که به طور مشخص در گزارش بین‌الملل مطرح شده اینه که در وهله اول باید ما شاهد بیانیه‌های صریح و اعلام‌ریزی صریح و شدید اللحن دولت‌ها علیه این اقدامات باشیم. ما می‌دونیم که مقام جمهوری اسلامی ایران تا حدی به هر حال به این بیانیه‌های شدید اللحن اگر به خصوص به صورت هماهنگ مطرح بشه حساس هستند و می‌تونه اونها رو به عقب برونه و به علاوه می‌تونه باعث حمله‌ای باشه با زنان و دختران، در حالی که اونها این مبارزه شجاعانه رو پیش می‌برن که از سوی جامعه جهانی به فراموشی سپرده نشدن. به علاوه ما خواهان این شدیم که اقدامات فوری دیپلماتیک صورت بگیره و مقامات جمهوری اسلامی زیر فشار جامعه جهانی قرار بگیرن که این دستورهای بی‌رحمانه رو که شامل توقیف ماشین، پیامک‌های اختارآمیز، ممنوعیت از تحصیل، ممنوعیت از اشتغال، عدم دسترسی به سرویس‌های بانکی، عدم اجازه ورود به مترو شده رو نقض بکنن و همینطور به لایحه حجاب و عفاف رو که احکام بسیار سنگین و تکان‌دهنده رو برای زنان، چهره‌های فرهنگی هنری و حتی مدیران بیزنس‌های تعیین می‌کنه در صورت سرپیچی از حجاب اجباری رو پیش نبرن و این لایحه رو از دستور کار خارج بکنن. به علاوه ما از دولت‌ها خواستیم که به اقدامات دیپلماتیک و اعلام ملزم اکتفا نکنن و باید دنبال راهکارهای قانونی باشن برای پاسخگو نگه داشتن مقاماتی که دستگاه اینها میتونه تحریم باشه توسط علیه کسایی که دارن به انواع مختلف برای این سرکوب زنان مخالف دین حجاب اجباری برنامه‌ریزی میکنن، فرمان صادر میکنن و همینطور بررسی اینکه آیا چه اقدامات قضایی میشه علیه این افراد انجام داد. در بیانیه به اسامی بسیاری از این مسئولان اشاره شده و عمده اطلاعات اتفاقا مبتنی بر آنچه که خود مقامات به صراحت و با بی‌شرمی تمام در رسانه‌های حکومتی دائم اعلام کرده. خانم بحرینی، خیلی خیلی ممنونم از شما. کیفیت ارتباطیمون خیلی جالب نیست و به سختی میشه صدای شما رو شنید، برای همین ازتون عذرخواهی میکنم و به همین یک سوال بسنده میکنم. ممنونم. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران از لندن با ما. مهدی اصلانی، نویسنده و فعال حقوق بشر، در طول سالها اسنادی از زندانیان دهه 60 در ایران رو به شکل کتاب به چاپ رسونده. کتابهایی که نه تنها برای فهم تاریخ معاصر ایران مهمن، بلکه دادگاه‌های بین‌المللی همونها رو مورد استناد قرار دادن. بخشی از گفتگوی همکارم تخمینه رستمی با مهدی اصلانی رو ببینید. مادر عزیزم، تنها وصیت من این است که اگر محل دفن مرا پیدا نکردی بر سر خاک دوستم ساعد برو. من تا آخرین لحظه میخندیدم. به دوستانم بگو که من تا آخرین لحظه فقط میخندیدم. دوستدار همگی شما، فرشید راجی، 17 مهر 1360، اوین.
از اولین حبسیه های ادبیات فارسی که اشعار مسعود سعد سلمان بود تا اشعار فرخی یزدی، خاقانی، ملک و شعرهای بهار و در صد سال اخیر ادبیاتمون ورق پاره های زندان، انگار همیشه زندان جای بزرگی در ادبیات فارسی داشته. ببینید، ایران یک سرزمینیه که بزرگترین بنای تاریخیش پاسارگاد دو تخت جمشید نیست، دیوار هاشاست. هر مستبد از راه رسیده خشتی بر این کج دیوار گذاشته تا ثریا اونو برده بالا، با این ترجیبند متعفن که محصول شرایط روز بوده اون دوران. یعنی از مواردی که شما برشمردید میتونیم این خط خونین رو پی بگیریم و از تزریق آمپول هوا و رگهای دکتر تقی ایرانی تا دهاندوزی فرخی یزدی، به آتش افکندن کریمپور شیرازی، جوانکشی سال 60 بعد از 30 خرداد، تا اسیرکشی و همه کشی و تابستانکشی سال 67، بگیرید اون خط رو تا کهریزک، همینطور این تداوم رو تا انقلاب اخیر زن زندگی آزادی، به تمامی بر این دیوار خشتی رو این مستبدین گذاشتن و این رو بالا بردن. دست کم از مشروطیت به این سو، اما عمده آنچه که در دسترس ما قرار گرفته بوده بیشتر شفاهی بوده تا کتبی. ما آثار کتبی بسیار بسیار هم. اون بخشی از آثار کتبی که بیشتر به کار دستکاری حافظه می اومده تعلق خاطر مستبدین بوده، نه آنچه که به طور واقع اتفاق افتاده. اگر بخوام برگردم به کتاب‌های خود شما تفکیک کردید، خاطره ها، وصیت‌نامه ها، نامه هایی که از زندان آمده و روایت های خانواده ها و البته اون کارهای دستی که در زندان تولید شده. شما تقریبا در سگانتون به خصوص همه اینها رو جمع‌آوری کردید. از همون خاطره ها شروع می‌کنیم. خاطره یک زندانی امروز قراره چه به ما بده؟ ببینید، اون کاری که من کردم، اون سگانه در واقع نخست کلاغ گل سرخ بود که خاطرات و یادمانده های زندان من بود. بعدتر من سراغ وصیت‌نامه ها، نامه های واپسین و کارهای دستی اعدام شدگان عمدتا دهه 60 رفتم که به تمامی هم بهش دسترسی پیدا نکردم. یعنی ناممکن بود. من خیلی ایده ها و خیلی بلند پروازی ها داشتم که عملا من میدونستم که از کودتا به صلاح کسانی که معروف بودن به کودتاچیان نوژه فرصت وصیت نامه نویسی و نوشتن نامه واپسین داده شده، اما من به هیچ کدوم اونا دسترسی پیدا نکردم. یکیش عدم تمایل خانواده ها بود به دلایل مختلف که واردش نمیخوام بشم، که در اختیارم قرار ندادن. من نتونستم متاسفانه اون رو گیرم. یعنی این شبنمی از یک دریای بزرگ بود که در واقع برای جغرافیای بزرگ به نام ایران گریسته شده بود. بعد من رفتم سراغ خانواده ها. در اون کتابی که در مورد وصیت‌نامه ها بود، نام آخرین فرصت گل رو داشت که از جمله در واقع در دادگاه حمید نوری مکرر مورد استفاده قرار گرفت، مورد استناد دادستان ها قرار گرفت. کتاب بعدی، یعنی این سگانه، با آواز نگاه از دریچه تاریک بسته شد که این روایت 127 خانواده بود که در 4 منزل، یعنی روایت پدر مادرها، روایت خواهر برادرها، روایت همسران و روایت فرزندان، در واقع این روایت های به ظاهر جدا از هم یک جایی در واقع به هم پیوستن و اون پیوستگیشون اون درون مایه یا اون چی که بر خانواده ها رفته بود. یعنی من بعد از خاطره نویسی زندان، بعد از آثار قلمی و نامه های واپسین، تصور کردم این بخش ناگفته مونده و سراغ این قسمت رفتم که روایت خانواده ها رو در این کتاب ثبت کردم. آخرین جلسه رسیدگی به پرونده الهه محمدی، روزنامه‌نگار زندانی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شده. سعید پارسایی، همسر خانم محمدی، نوشته که برخلاف درخواستی که داشتن، دادگاه غیر علنی برگزار شده. آقای پارسایی گفته که خانم محمدی همه اتهامات رو رد کرده. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن، و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، از 10 ماه پیش و بعد از کشته شدن مهسا امینی بازداشت شدند. همه جلسات دادگاه اونها غیر علنی برگزار شده و منابع رسمی حکومتی گفتند که اتهام این دو روزنامه‌نگار همکاری با دولت متخاصم بوده.
امروز صدای شیرخانی این دو روزنامه‌نگار زندانی در فضای مجازی منتشر شده بود. در این فایل صوتی اونها شعرهایی از رضا براهنی و شیرکوی بیکس رو می‌خوندند. از ترانه‌های من اگر گل را بگیرند یک فصل خواهد مرد، اگر عشق را بگیرند دو فصل خواهد مرد. از حفره که پایین برویم بر حجره‌ها پشت میله‌های ابلیسی، شاعرها را خواهیم دید که نمی‌دانند که شاعر هستند، اما هستند، زیرا شاعر کسی است که دوزخ را تجربه کرده باشد، حتی اگر شعری هم نگفته باشد. اگر از ترانه‌های من آزادی را بگیرند سال تمام خواهد مرد. من امید به روزهای بهتری دارم، قسم به چشمهای سرخت که آفتاب روزی بهتر از آن روزی که تو مردی خواهد تابید. امروز هم در بخش دوم برنامه 24 موضوع روزنامه نگاری در ایران و مشکلاتش رو بیشتر بررسی میکنیم. هانتر بایدن پسر رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی غیرمنتظره برخلاف توافق با وزارت دادگستری در مورد جرایم مالیاتیش اعلام بیگناهی کرده. او پیشتر با وزارت دادگستری توافق کرده بود با شرکت در جلسه دادگاهی در ایالت دلاور دو اتهام تخلف مالیاتی رو بپذیره و در عوض به خاطر اتهام مالکیت غیرقانونی اسلحه در زمان اعتیاد به مواد مخدر مورد پیگرد قرار نگیره. اما به گزارش رسانه ها این توافق بین دادستان ها و تیم حقوقی هانتر بایدن در جریان جلسه استماع امروز دادگاه به هم خورده. امید معماریان روزنامه‌نگار از دیترویت با ماساق معماریان ترمن خبر اول بیشتر رسانه های آمریکایی هست. چه اتفاق افتاد امروز در دادگاه؟ خبر اول است به خاطر اینکه جنبه سیاسی خیلی قدرتمندی داره. در طی هفته‌های گذشته جمهوری خواهان به هر حال ابراز نگرانی کرده بودن، شک کرده بودن، گفته بودن که این وزارت دادگستری بایدن هستش که یک همچین توافق شیرینی رو برای پسر رئیس جمهور به همراه آورده و خواستار تحقیقات بیشتر در خصوص جرایمی که مدعی هستن که بایدن پسر بایدن انجام داده بودن. ولی از نظر حقوقی به هر حال بیشتر از 90% بندهایی که میره دادگاه در آمریکا با توافق بین دادستان و کسی که متهم هست، یک جوری قبل از اینکه برسه به اینکه مثلا دادگاه تشکیل بشه براشون رفع و رجوع میشه، حل و فصل میشه و اینم یکی از اون پرونده ها هستش. حالا در توافقی که دادستان این پرونده کرد با هانتر بایدن در خصوص دو تا اتهام مالیاتی ایشون بوده و اینکه با قبول کردن اینکه گناهکار هست در خصوص اون دو تا یعنی به هر حال قبول کنه اتهامشو، با قبول کردن اون دو تا اتهام از پیگرد قانونی در خصوص اتهام سوم که مربوط به خرید اسلحه در زمانی که گفته میشه که به هر حال همچنان اعتیاد داشته، از اون پیگیری نشه در مورد اون چیزی که قاضی دادگاه امروز مطرح کرد در این جلسه این بودش که اون مسئولیتی که دادستان ها برای هانتر بایدن قائل شدن مشخص نیستش که فقط برمیگرده به این سه تا پرونده و یا اینکه تحقیقات دیگه‌ای هم از هانتر بایدن در حال انجام هست. وقتی که قاضی سوال کرد از دادستان که آیا اون محدوده مسئولیت برمیگرده به این چند تا اتهام، دادستان گفتش که نه، همچنان تحقیقات ادامه داره و این یکی از مواردی هست به طور مشخص گفته میشه که هانتر بایدن برای برخی از کشورها مثلا کار میکرده، مثلا چین کار میکرده در زمان، اگه شما میخواین که منافع کشورهای دیگر در کشور خودتون در واقع در آمریکا دنبال بکنین یا لابی بکنین یا هر چیزی، باید برین و خودتون رو ثبت کنین به عنوان کسی که داره برای کشورها چنین کارا رو انجام میده. بنابراین تحقیقات ادامه داره. بعد قاضی یک ایراد حقوقی گرفت، گفتش که این توافقی که بین دادستان انجام شده و متهم، این درست نیست و بعد اینو درستش کرد. دوم یک ایراد حقوقی دیگه گرفتش، گفتش که از نظر حقوقی یک جایی از این توافق اشاره میکنه که اگر مثلا هانتر بایدن در یک زمانی یک جرمی مرتکب شد، بعد برگردیم به سمت در خصوص مسئله اسلحه برگردیم به سمت قاضی که قاضی اینو دوباره براش حکم بباره که این ربطی به من نداره، بعد دادستان این کار انجام بده. بنابراین خواست بهشون یک ماه مهلت داد، گفتش که برین و مسئلتون حل کنین، متن این توافق رو از نظر قانونی درست بکنین و برگردین. ولی هانتر بایدن به هر حال به صورت حداقلی اون توافق قبول کرد که محدوده
به هر حال اون چیزی که با داستان توافق کرده بمونه روی همون دوتا اتهام مالیاتی که احساس ابراز گناهکاری کرده و در خصوص همون مسئله اصلیه که پرونده اون یعنی اتهام جلو نره. برای من این از نظر محدوده توافق این توافق با هم کردن، ولی خب قطعا نشون دهنده این هستش که تحقیقات دیگه ای هم تحقیقات دیگه در خصوص کارهای دیگه هانتر بایدن ادامه خواهد داشت. حالا چقدر داستان ها مدارک دارن، شواهد دارن، آیا پرونده جدید رو میکنن یا نمیکنن، بحثی هست که در هفته آینده ما خواهیم دید. آقای معماریان، در ظاهر که نگاه میکنید به نظر یک بی‌نظمی، شلختگی، آشفتگی هم از سمت دادستان ها و هم تا حدودی از سمت وکلای آقای بایدن به نظر میاد در جریان بود، اینطور نیست؟ من از چندین وکیل پرسیدم که آیا مرسوم هست که قاضی قبول نکنه یک توافق بین دادستان و متهم، و گفتن که به طور عمومی دادستان ها و متهم ها یک توافق میذارن که قاضی قبول میکنه، ولی مواردی هم هستش که قاضی نگاه بکنه به توافق و بگه که از نظر حقوقی این مشکل داره، شما باید اینو برین درستش بکنین، به خاطر اینکه محدودش مشخص نیست یا قانون خاصی که بهش اشاره میکنین دقیق نیستش و از این موارد. ولی خب قطعا همین که شما میگین هستش، اگر دقیق نوشته شده بود این توافق، این جلسه هم اولا میتونست که نیم ساعت تموم بشه به جای 3 ساعت و این توافق رو بپذیرن. من این قطعا درست هست، ولی یه مسئله دیگه هم هستش که به هر حال اون کسایی که در این فضای سیاسی قطبی آمریکا مسئله رو مطرح میکنن که مثلا چون پسر بایدن هست، حالا دادستان داره باش خیلی خوب تا میکنه، بعد توجه بکنن که به هر حال دادستان این پرونده کسی هستش که در زمان آقای ترامپ به هر حال انتخاب شده و وقتی که بایدن سر کار اومد وزارت دادگستری آمریکا میتونستش که داستان رو عوض بکنه، ولی چون روش پسر خود بایدن کار میکرد به عمد اینو عوضش نکردن که شایبه این پیش نیاد که بخوان که اعمال نظر بکنن. و به هر حال این داستان هم داره کارش رو انجام میده و گفته که روی موارد دیگه هم داره کار میکنه و از این جهت میشه گفتش که به هر حال یک پروسه قانونی رو ما شاهد بودیم. ولی با شما موافق هستم که اگر که این سوالی که امروز مطرح شد توسط قاضی، من و شما میتونستیم مثلا یعنی برای من و شما برای سوال هستش که آیا مثلا محدوده یک توافق برمیگرده به همه کاری که یه نفر کرده یا فقط به 3 تا کار مشخصی که موضوع این توافق بوده، که این هم چیزی مشخص نباشه، معلومه که داستان کارش خوب انجام نداده یا حداقل متهم وکلاش به دقت به این مسئله با دقت به این مسئله برخورد نکرده. ممنونم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت. یونسکو از دولت‌ها خواسته برای مقابله با اختلال در یادگیری و محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت‌های سایبری، استفاده از تلفن‌های هوشمند را در مدارس ممنوع کند. این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته شواهد قابل اتکایی درباره فایده فناوری بر یادگیری دانش آموزان وجود نداره و برعکس در دسترس گذاشتن تلفن‌های هوشمند می‌تونه تأثیر منفی بر روند یادگیری اونها داشته باشه. یونسکو گفته هیچ شیوه‌ای در یادگیری به اندازه شیوه‌های انسان محور و چهره به چهره تاثیرگذار نیست. این نهاد در مورد خطراتی که با استفاده بی حد از تلفن دانش آموزان رو تهدید میکنه، مثل نبود اقدامات احتیاطی درباره حریم خصوصی دانش آموزان و همینطور فشاری که بودجه خرید این وسایل بر خانواده ها تحمیل میکنه، اظهار نگرانی کرده. مریم رحمتی خبرنگار ما در نیویورک به ما پیوسته. مریم، همه به یاد داریم در دوران کرونا تقریبا بخش قابل توجهی از جهان اتفاقا از همین فناوری ها برای رفتن به مدرسه و دانشکده ها استفاده می کردن. چه میگه یونسکو؟ دقیقا همینطوره و به همین موضوعی که تو اشاره کردی در گزارشش یونسکو اشاره میکنه، میگه که ما مخالف این نیستیم که بتونیم از تکنولوژی در عرصه آموزش و پرورش استفاده بکنند، مدارس و کودکان هم مستفید بشن از مواردی که تکنولوژی برای اونا در اختیارشون قرار میده، ولی این استفاده از تکنولوژی باید با یک مانیتورینگ خاص یا نظارت خاص انجام بشه. دلایل محکمی رو ارائه میکنه فرداد یونسکو برای اینکه چطور نقش داره تلفن‌های هوشمند مخصوصا در روند یادگیری در مدارس، و میگه که از جمله دلایلی که در واقع عنوان میکنه این هست که استفاده تلفن‌های هوشمند اختلال ایجاد میکنه در کلاس‌های درس، همچنین کاهش میده بهبود یادگیری رو و همچنین
دانش آموزان رو در معرض آزار و اذیت سایبری قرار میده. یک موضوع دیگری هم که در گزارش خیلی بلندی که منتشر کرده یونسکو بهش اشاره میکنه، حریم خصوصی کودکان و دانش آموزان هستند و میگه که حریم خصوصی دانش آموزان و داده هاشون به طور درستی ازشون محافظت نمیشه. میگه از هر 6 کشور فقط یک کشور دولت ها بر اساس قوانین میتونن از داده های دانش آموزان حفاظت بکنن و این خیلی موضوع نگران کننده ای هست برای هم یونسکو و هم دیگر سازمان هایی که تا حالا در این مورد تحقیقاتی رو انجام دادن. در قسمت دیگری از این گزارش نشون میده که بر اساس تحقیقات یونسکو که در 14 کشور انجام داده، تلفن های هوشمند نشون دادن که در کلاس های درس اختلال ایجاد میکنن و این روند یادگیری رو برای دانش آموزان سخت‌تر میکنه. همچنین گفته شده که با اینکه داره فناوری روز به روز گسترده تر میشه به طور کل از جمله هوش مصنوعی، ولی همیشه هوش مصنوعی باید تابع دیدگاه انسان محور باشه و این تعامل رو در رو یا روبروی دانش آموزان با معلماشون هیچ وقت نباید از بین بره و این تعامل روبروی دانش آموزان با معلماشون هست که میتونه روند آموزش رو بهبود ببخشه و بهتر بکنه و این یکی از موضوعات اصلی هست که یونسکو در موردش ابراز نگرانی میکنه. نکته قابل توجه و جالب دیگه هم که در این گزارش بهش اشاره شده فرداد، موضوع نابرابری هست، نابرابری اجتماعی که میگه که هر 36 ماه این تکنولوژی داره تغییر میکنه و هزینه های جانبی زیادی داره و خیلی از مثلا شاگردان و دانش آموزان شاید نتونن این هزینه های جانبی رو از پسشون بر بیان و این نگرانی دیگری هست که میتونه به نابرابری دامن بزنه و همچنین اشاره کرده به کشورهای مثل آمریکا که کودکان بین 11 سال تا 14 سال روزی 9 ساعت در مقابل اسکرین هستند و در کلاس های درسی هم اگر تلفن همراه داشته باشن این مطمئنا میتونه تاثیرات منفی رو داشته باشه. فرداد مریم رحمتی خبرنگارمون در نیویورک، ممنونم. 77مین دوره جشنواره آوینیون در جنوب فرانسه که از بزرگترین رویدادهای هنری جهان محسوب میشه و امسال هم به مانند هر سال میزبان هزاران نمایش از سراسر جهان بود، دیشب به کارش پایان داد. در بخش آف این جشنواره پاویلیونی برای بزرگداشت جنبش زن زندگی آزادی برپا شد و یک رقص هم با محور زنان ایران در این جشنواره به اجرا درآمد. محمد عبدی منتقد هنری که در این جشنواره حضور داشت از لندن با مساق عبدی در مورد پاویلیون ایران و همین رقصه به ما توضیح بدید که چه گذشت. بله، یک هفته در واقع ویژه برای ایران در نظر گرفتن که عنوانش بود آینده ایران و نمایشگاه نقاشی بود. دو تا نقاش و عکاس، یکی از ایران و یکی از افغانستان حضور داشتند که موضوع در واقع نقاشی های خانم هانی دلاکروا در واقع زن زندگی آزادی بود و یک عکاس هم بود به اسم فاطمه حسینی که اهل افغانستان اما در ایران بزرگ شده. در کنار اون جلساتی برگزار شد راجع به شرایط سیاسی و اجتماعی ایران و نقش در واقع هنرهای نمایشی که چه اتفاقی میتونه در آینده برای این هنر بیفته و چهره‌های مختلفی اونجا سخنرانی داشتن، از جمله مینا کاوانی که بازیگر ایرانی فرانسوی است، ساکن فرانسه هست. و اتفاق جالبتر حضور دو رقص بود از ایران، در واقع رقصایی که سنتی هم نبودن، کانتمپری دنس بودن، رقص معاصر، در حالی که خب به هر حال رقص در ایران کاملا ممنوعه. دو تا کار از ایران اجرا شد، یکی عنوانش بود ویتا اکتیوا که اشاره‌ای داره به عنوانی که در واقع هانا آرنت به کار برده و حکایت دو تا زن رو میگفت که با هم در واقع دارن یک صحنه‌ای رو اجرا میکنن که ارتباط داره به اتفاقات اخیر و همه در واقع فشاری که روی زن‌های مختلف در ایران داره میاد. و یک کار دیگه هم بود به اسم کاتویز از همین کارگردان که اون موضوعش در واقع مهاجرت بود و اتفاقی که در مهاجرت برای یک زوج میافت. آوینیون تو این یک ماه به گمانم به شهر تئاتر تبدیل شده، از مابقی جشنواره بهمون بگید.
بله واقعا شهر شگفت انگیزیه و بی‌نظیره. در واقع ورود اتومبیل رو ممنوع میکنن، تمام شهر به یک جشن بزرگ تبدیل میشه. یک شهر تاریخی زیبا که میدونین که قبل‌ترها پیش از واتیکان پاپ‌ها اونجا بودن. یک جایی هست به اسم پله دو پاپ که قصر پاپ‌ها در حیات این محل نمایش اجرا میکنن، رقص اجرا میکنن که واقعا شگفت انگیز این محل. و ویژگی جالب در واقع اینه که صدها هزار نفر میان اونجا فقط برای تماشای نمایش‌ها و به نظرم این واقعا شگفت انگیزه که هر نمایشی در واقع یک صندلی خالی هم توش پیدا نمیشه و اینقدر استقبال میشه، به خصوص امسال با این هوای بسیار گرم جنوب در واقع فرانسه که خیلی گرمتر از دفعات پیش بود. امسال دو تا کار ویژه بود از بریتانیا. هر سال توجهشون به تئاتر بریتانیا خیلی اندک بود، امسال اما توجه ویژه تری داشتن با مدیر جدیدی که اومده، از جمله یک نمایش در واقع درخشان به اسم آل آف ایت که همه اون میشه ترجمهش کرد، که یک زندگی سه زن رو در سه بخش مختلف با یک بازیگر شگفت انگیز روایت میکرد. و از طرفی کارهای دیگه هم بود که از جمله در همین قصر پاپ اجرا شد، کاری مثل رومئو که شکسپیر رو در واقع به زمان حال آورده و ترکیب کرده بود با دنیای مد. ممنونم از شما محمد عبدی، منتقد هنری که در این جشنواره آوینیون شرکت داشت. و ممنونم از شما که بخش اول برنامه 24 رو دنبال کردید. چند دقیقه دیگه با بخش دوم همراه شما خواهیم بود. جای دوری نرید.